سلام، صبحتون بخیر. من افشار هستم، ساکن اتاق شماره 206. سوالی از خدمتتون داشتم. سلام جناب کارگاه افشار، نیاز به معرفی نیست قربان. بسیار خوشبختیم که شما در هتل ما اقامت دارید. من در خدمتم. ممنونم از لطفتون. من میخواستم سری به امنیه بزنم، ولی متاسفانه خیلی با رشت آشنا نیستم. ممکنه آدرسو به من بدید؟ او بله، البته. از هتل که خارج شدید، از خیابون سمت چپتون که سپهسالار هست مسیر رو ادامه بدید تا به اولین چهارراه برسید. چهارراه رو مستقیم رد میکنید تا به خیابون ظفر برسید. اونجا دست راستتون امنیه رشته. خیلی ممنون. به نظر که سر راست میاد. فقط میتونم پیاده برم یا باید با ماشین برم؟ با پای پیاده حدوداً 15 دقیقه پیاده رفته، اما با ماشینم میتونید تشریف ببرید. نه، ترجیح میدم در این هوای دلپذیر کمی قدم بزنم و فکر کنم. از راهنماییتون سپاسگزارم. وقتتون بخیر. استدعا میکنم، انجام وظیفه بود. موفق باشید جناب افشار. اگه اشتباه نکنم این همون راهیه که به سراح کاتب و سلطنه محل قتل اون پسر جوون میرسه. شاید نیازی باشه بعدن دوباره سری به اونجا بزنم، ولی الان بهتر حواسم رو جمع کارای پیش رو بکنم. دیگه دلیلی نداره برم. امنیه رشت. امیدوارم رئیس فرستادن تلگراف رو فراموش نکرده باشه و اینجا خیلی غریب و ناشناس نباشم. خدای من، روزنامه و مصاحبه اصغر قاتل. قاتل بیرحمی که چندین کودک رو به قتل رسوند. مال 20 سال پیشه. یادش به خیر، خود من مسئول پروندش بودم. چه قوقایی تو روزنامه ها به پا شده بود. چه تیترایی که هر روز بیرون نمی اومد. یادش به خیر. بهترین بود که هنوز به خاطرم مونده. قتل در کوچه های تهران. تجدید خاطره خوبی بود. واقعا. سلام، عذر میخوام که مزاحمتون میشم. من افشار هستم، کاراگاه محمد افشار. دیروز از تهران به رشت رسیدم. قرار بود تلگرامی در مورد معرفی من برای شما ارسال بشه. نمیدونم انجام شده یا خیر. سلام کاراگاه افشار. بله البته، به رشت خیلی خوش اومدی. من در خدمتم. خب، واقعا خوشحالم که بالاخره کاری به سرعت انجام شده. حالا من برای بررسی پرونده قتل دیشب در سراح کاتب السلطنه با چه کسی باید صحبت کنم؟ و البته میتونم رئیس رو ببینم؟ کارگاه افشار، جناب رئیس امروز صبح برای ماموریتی اداره رو ترک کردن، اما به من سپردن اگه شما تشریف آوردین به اتاق کارگاه یحیوی راهنماییتون کنم.
واقعا از ایشون ممنونم. و کارگاه یحیوی رو کجا میتونم ببینم؟ جناب کارگاه، ابتدای راه را اتاق ایشونه، دست چپتون. ممنونم از راهنماییتون، وقت بخیر. خدا نگهدار. به امید دیدار کارگاه. یه سری از توصیه‌های پلیسی و بریده‌های روزنامه. یه لحظه، به نظرم این مطلب باید برای روزنامه صبح امروز باشه. خدای من، چقدر سریع اخبار پخش شده و اینکه از کجا من شناسایی شدم. به نظر میاد باید خیلی مواظب باشم. نگاه‌های سنگینی رو روی خودم احساس می‌کنم. البته کتمان نمی‌کنم. از قسمت برجسته ترین این خبر خیلی خوشم اومد. چه روزنامه عجیبی، مصاحبه با قاتلی که 14 نفر زن و بچه رو به قتل رسونده. به نظرم باید از پرونده های رشت باشه. بهتره دقیق تر نگاهی بهش بندازم. آها، این همون قاتل دیوانه‌ایه که دست خطش رو به روزنامه ها میفرستاد و از قتلاش صحبت میکرد. چه باویلایی بود زمان قتلاش. بالاخره تو شهر ری گیر افتاده.